محمد یونس این مرد کیست از چه کسانی حمایت میشه مرد 84 ساله یک اقتصاددانه یک متخصص مؤسسات مالی و بانکی یک کارآفرینه و خب حالا به جرئت میشه گفت او رهبر یک جامعه 170 میلیونی است تنها بنگلادشی که تونسته برنده جایزه صلح نوبل باشه این تصاویر مربوطن به مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به محمد یونس در سال 2006 میلادی. به او این جایزه ارزشمند رو به دلیل ابتکار انقلابیش در حمایت از فقرا دادند. در نوآوری به کمک به سرمایه گذاری و اعتباردهی دهی به اکشار کم درآمد. خودش این گونه تو مراسم صلح نوبل توضیح داد که چرا به جایزه رو دادند. کمیته نوبل نروژ با اعطای این جایزه به ما از این ایده که صلح به طور جدایی ناپذیر با فقر پیوند خورده است حمایت کرد فقر تهدیدی برای صلح است در شب پس از دریافت جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ او این گونه مورد استقبال مردم در سرما قرار گرفت البته پیش از اون در بنگلادش محمد یونس از این خبر استقبال کرده بودند بنگلادشی ها برای صلح نوبل مردی که در خونه به عنوان بانکدار فقرا معروف هفته ها جشن گرفته بودند و این تصاویری که میبینیم مربوط به استقبال رسانه های بنگلادشی از خبر اهدای صلح نوبل به محمد یونس که با روش هایی که بانک او در سرمایه گذاری خرد و اعتباردهی خرد ارائه کرده کمک کرده که اخشار آسیپذیر فرصت های کسب و کار به دست بیارن و او تونسته بود میلیون ها نفر رو به این ترتیب از فقر نجات بده کار او الهام بخش ابتکارات مشابه در سراسر جهان بود ابتکارات محمد یونس برای او محبوبیت داخلی به ارمغان آورده بود و یک اعتبار بین المللی و همه اینها او رو وسوسه بس کرد که سیاست رو بخواد تجربه کنه بخواد یک سال پس از دریافت جایزه صلح نوبل حزب خودش رو تشکیل بده حزبی با نام قدرت شهروندان حزبی که هیچ وقت پا نگرفت این شهرت و محبوبیت برای شیخ حسینه وزیر نخست وزیر اقتدارگر بنگلادش که سال 2009 به قدرت رسیده بود نگران کننده بود شیخ حسینه از داشتن رقیبی سرسخت مورد حمایت مردم و همچنین مورد حمایت قرب چون یونس احساس خطر کرد. برای همین شیخ حسینه با محمد یونس دشمنی علنی خود را آغاز کرد و علیه او کارزار بدنامی راه انداخت حسینه یونس را حتی به مکیدن خون فقرا متهم کرده بود به علاوه کارزارهای بعلاوی کارزارهای بدنامی او کارزارهای قضایی را هم علیه محمد یونس به راه انداخت کارزارهای بسیار سیاسی محمد یونس با بیش از 198 پرونده رو 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 بود با اتهاماتی چون اختلاس، رباخاری، کلاهبرداری و به علاوه اینها متهم بود به اینکه یک عامل آمریکایی به حبس محکوم شده بود اما با وسیقه به زندان نیفتاده بود سال گذشته 170 شخصیت بانفوز جهان از جامعه با اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و به علاوه اون بانکیمون دبیر کل سابق سازمان ملل رو بیش از 100 برنده جایزه نوبل در نامه سرگشاده به شیخ حسین نخست وزیر وقت بنگلادش خواستند تا آزار و اذیت قضایی علیه محمد یونس رو متوقف کنند شورای حقوق بشر سازمان ملل هم سال گذشته از شرایط پیش اومده برای محمد یونس ابراز نگرانی عمیق کرده بود و اعلام کرده بود با یک دهه آزار و اذیت و ارعاب در بنگلادش مواجه شده حالا همه چیز بسیار فرق کرده شیخ حسینه که به دنبال دستگیری محمد یونس بود خودش فرار کرده به هند رفته و این یونسه که هدایت کشور رو در این دوره پرتلاتوم به دست گرفته شهرت دیرینه محمد یونس در صداقت و اینکه او یک آدم کارآمدی بوده رهبران معترضان و جامعه دانشجوی بنگلادش رو وادار کرده بود که از او به عنوان یک شخصیت متحد کننده بخوان که رئیس دولت موقت بشه خودش البته گفته بود در ابتدا وقتی ازش خواستند که این نقش رو بر عهده بگیره موافقت نکرده بود اما دانشجویان اصرار کردند بهش یادآوری کردند که معترضان برای پیروزی هزینه های زیادی دادند و خب از محمد یونس هم خواستند که شونه از مسئولیت خالی نکنه و اونجور که میبینیم یونس هم تحت تاثیر این حرفای دانشجویان قرار گرفت بر حال باید یادآوری کرد که ورود یونس به عرصه سیاست خالی از چالش نخواهد بود او نگران تداوم ناآرامیها ها و بی ثباتی هاست و از همه بنگلادشی ها خواسته تا از این پیروزی خیره کنند و تاریخی که به دست اومده بیشترین بهره رو ببرند و این فرصت رو به خاطر اشتباهات از دست ندن حالا این مرد با چندین ده تجربه و دانش اندوزی و با این اعتبار بین المللی و محبوبیتی گسترده باید در این دوران گذار آرزوهای نسل جوونی رو رقم بزنه که علیه اقتدارگرایی شویدن و امیدوارند که بتونن بنگلادشی دموکراتیک رو به دست بیارن بنگلادشی برای همه اما آیا این مرد کار و نرمخو میتونه رویاهای جوونان پرشور رو رقم بزنه؟